سلام، به کانال هوشاب ترافل خوش اومدید. امروز اومدیم مرکز تجاری اطلس. لطفاً سابسکرایب یادتون نره و تا آخر ویدیو همراه ما باشید که تا آخر ویدیو سورپرایز ویژه‌ای براتون داریم. همینطور که میبینید در طبقه اول لوازم خونگی ارائه داده میشه و شما میتونید در طبقه اول لوازم خونگی بخرید. در این طبقه مغازه‌های زیادی وجود دارن و طبقات بعدی رو هم با هم مرور میکنیم. داریم به طبقه مثبت یک میریم تا ببینیم توی مثبت یک چه خبره. امروز روز جمعه است، برای همین بعضی از مغازه ها تعطیل هستند. بله، همینطور که میبینید بیشتر این فروشگاه ها تعطیلند، برای همین سریعتر از این طبقه میگذریم. ظاهرا این طبقه هم لوازم خونگی داره مثل طبقه پایین. خب، بریم طبقه بالاتر تا طبقه مثبت دو رو هم با هم ببینیم. توی این طبقه ما فروشگاه فرش داریم میبینیم و تابلو. ظاهراً این طبقه محصولات گرونتری داره نسبت به محصولات طبقات پایین‌تر. خب، یک طبقه هم بالاتر میریم. اینجا تو این طبقه مبل و فرش بود. بریم طبقات بالاتر تا ببینیم چه خبره.
این طبقه که بیشتر فروشگاه‌هاش هم داریم می‌بینیم تعطیله و ترکیبی از دو طبقه پایینه، یعنی هم مبل داره و هم لوازم خونگی. توی طبقه مثبت دو ما چند تا فروشگاه پوشاک هم پیدا کردیم. خب وقتشه که بریم طبقه مثبت 3 تا ببینیم اونجا چه خبره. بله، به فود کورت رسیدیم. توی این طبقه فود کورت و سینما هستش. الان چون ساعت 7:30 فعلا کسی برای سرو غذا نیومده. میتونید چند تا از برندهای معروف ایرانی رو توی این طبقه پیدا بکنید. انتهای این فود کورت سینمای اطلس رو داریم. بریم یک نگاهی هم به سینمای اطلس بکنیم. خب این بهترین طبقه مجتمع اطلس به نظر من همین طبقه است و بیشتر مردم هم به خاطر همین طبقه میان به مجتمع اطلس سر میزنن. اینجا سینما 7 بعدی داریم. و از اینجا هم میتونید بلیت بخرید برای دیدن فیلم‌های سینمایی روز. اینجا وی آر کلاب داریم. البته کلابش با کلابای خارج از کشور متفاوت هست، بیشتر برای گیمه. و اینجا هم سالن وی آی پی اطلس هست، سینما اطلس. در اینجا هم میتونید پاپکورن بخرید و دیدن فیلم رو لذت بخش‌تر کنه براتون. اینجا هم موزه سینما اطلس هست، بازیگرانی که اومدن اینجا و عکس گرفتن و حالا ماکتشون رو به نمایش گذاشتن. وسایل سینمایی قدیمی که توی این موزه به نمایش گذاشته شده. در این قسمت شما میتونید عکس بازیگران معروفی که و همینطور خواننده‌های معروفی که به این سینما اومدن رو ببینید. این سینما یکی از بزرگترین سینماهای مشهد محسوب میشه
و یک محیط کاملا جذاب داره و من خودم ترجیح میدم تو این سینما فیلم ببینم. اینجا سالن شماره 7 و این هم سالن شماره 8. ظاهراً 8 تا سالن سینمایی داره. خب دوستان، امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب بکنین و تا ویدیوهای بعدی فعلا خداحافظتون. سابسکرایب رو فراموش نکنید. خب دوستان، همینطور که میبینید طبقات منفی تر هم داریم، یکی دو طبقه پایین تر اینجا داریم که دیگه ما از پایین فیلم نمیگیریم و اون چیزهایی که بعد بهتون نشون میدادیم رو نشون دادیم و این هم درب خروجی.